امروز میخوام سپاسگزار همه مادرها باشم، همه بانوان خانمها که به زور دست شوهراشونو گرفتن و بچه هاشونو میگن بشین اوستا اومد. خبر دارم، همه رو به من گفتن، خبر دارم. میخوام درود بفرستم به بانو همسر تیمسار امینیان که دیگه همسر دکتر کوروش آریامنه جاله آموزگار. جاله جان درود. درود بفرستم به خواهر دوست عزیزم ایرج پزشکزاد. بانوی گرامی، ایرج به من گفت که می نشینید و این برنامه رو ببینید. مسعود کیمیایی هم به من گفت ایران خانم، ایران خانم پول تو جیبی می داده به مسعود کیمیایی، می گفته با این دوتا رفیقت توپولیه و اون یکی دیگه، توپولیه اسفندیار منفردزاده است و یکی دیگه بهروز وثوقی، می گفته برین سینما. مسعود می گفت پنجشنبه که میشه تو خونه دوت ساکت بشینیم، ایران خانم میخواد سیاوش اوستا رو ببینه. ایران خانم دست شما رو میبوسم، شنیدم کسالت دارید، گفتم بچه ها بیان دیدنتون، امیدوارم تندرست و شاد باشی. و هزاران هزار بانوی آزاده دیگه که نمیتونم که اسم همه رو بیارم. این نمونه بود، این نمونه بود از مهرورزی های شما ای بانوان، ای گرد آفریدای دلیر سرزمین آریایی که فرزندانتون رو قهرمانانه به میدان فرستادید و خودتون در میدان حضور داشتید. کار خوبی کردید، چون رهبری این جنبش، بشنوید حرف تازه، بلرزید شیخا، بلرزید ملاها، بلرزید نوکران استعمار، بلرزید شما که زن رو طی این سالیان کوچک و ذلیل و هیچ انگاشتید. این بار رهبر انقلاب یه زن بود، یک زن، یک بانو بود. حساب شده دقیق 40 ساله داره مبارزه میکنه. امروز سیاوش اوستا اینو میگه، شاید خودش هم دوست نداشته باشه. من میخوام امروز به شما اسراری رو بگم از شهبانو. بی خود نیست که سید علی خامنه ای آنو رباته، رباته این. من گفتم اگر خانم منصوره خجسته باقرزاده، همسر علی خامنه ای، اگر ایشون اومد مصاحبه کرد و نشست و گفت و تعریف کرد از خاطرات دیشبش تا دیشبش با علی خامنه ای، ما مطمئن میشیم که علی خامنه ای، اگر خامنه ای مرده این شما مطمئن باشید. این یک روبات ساخته شده استعماری که اونجا نشسته، روبات رو هم بریم ببینم، چون که گوجه فرنگی و هندوانه خربزه و گوسفند و مرغ و تخم مرغ براتون میسازن، آدم سازی کار بسیار عادی و راحتیه. بارها اینو گفتم و برنامه رفتم. به هر حال بی خود نبود که اومد این روبات خامنه ای برای نخستین بار گفت که شهبانو رو اسم آورد که اینها این انقلاب رو آفریدن، چون درستم گفت. امروز میخوام به شما ثابت کنم که از 40 سال پیش که من توی این پاریسم، از روزهای نخست شاهد بودم که در سر تا سر جهان هر جا که تونست فرح پهلوی همسر شاه ایران شهبانوی آریایی هر جا تونست روشنگری کرد و ایران رو بزرگ نشون داد و شاه رو درست معرفی کرد به مردم. هر جا تظاهرات بود رفت به دیدن تظاهر کنندگان، از همون روزهای نخستی که جنگ تازیان با ما شروع شده بود. بدین رو مهربان یاران، امروز میخوام اسرار رو بهتون بگم. اون این که شهبانو از روز نخست، اون موقع که این همه امکانات رادیو تلویزیونی و ماهواره اینها نبود، هر سال 2-3 بار با مجلات جهان که در رابطه با خاندانهای سلطنتی و اینها در میان، ایشون مصاحبه میکرد 3-4-5 صفحه و مثل پاریماچ، مثل پوندوو قبلا اینو گفتم،
و یاد ایران رو. بچه های بعد آناهیتا، آریا، سیاوش، کوروش، داریوش، رادیو آوای ایران و تأثیراتش، ایران رو زنده نگه داشتیم. در همین راستا در سطح جانو شهبانو مصاحبه میکرد، بعد از مجلات عبور کرد، به تلویزیون ها رسید، تلویزیون های خارجی. در همین فرانسه با فدریک میتران برادرزاده رئیس جمهور بود، البته با عموش میگفت رابطه خوبی نداره، اینا مصاحبه های خیلی خوب کرد اون موقع. همون موقع ما مصاحبه رو پخش کردیم، تلویزیون نداشتیم، فقط رادیو داشتیم، ولی ویدیوشو که ویدیو کردیم اینو به همه فرانسوی هم میدادیم. عظمت و شوکت ایران رو میگفت درش، با تلویزیون های خارجی دیگه، با تلویزیون ایتالیا مصاحبه کرد، تلویزیون آلمان، با تلویزیون آلمان مصاحبه میکرد. حضور خودش رو در جهان، در جشن پادشاهان و شاهان همینطور نگه داشت. شکویه که حضور شهبانو در جشن عروسی نازنین مهربان فرانس آلبرت داشت، دیدنیه، دیدنیه. کسی بود شهبانو که وقتی کندی ها باش برخورد میکردن تعظیم میکردن، همچون که پادشاهان اروپا وقتی که به ایران میومدن زناشون جلو شاه ایران زانو میزدن. شهبانو مصاحبه‌های زیادی کرد تا این سالها و در این مصاحبه ها همش سعی میکرد که با روایت خاطرات خودش عظمت و شوکت و شکوه ایران آریایی زمان پادشاه رو نشون بده به جهانیان و موفق هم بود در این راه. در این راه موفق هم بود، به ویژه که فرانسوی ها شهبانو رو خیلی دوست دارن. شهبانو در چنین اتاقی در پاریس دانشجو بود، خودش نشون میده تو این اتاق زدی. خب میشه علاقمند بودم که برم یه تحصیلاتی بکنم و برگردم به مملکت خدمت بکنم. اول میکروسکوپ و این چیزها رو خیلی دوست داشتم و تو یکی از مدارس معماری پاریس که یکی از فامیلای منم اونجا بودن خواستم برم اونجا که نوشتیم. یه جایی گرفتن یه اتاق خوابگاه توی سیتی یونیورسیتر که ساختمان مختلف ممالک مختلف داشتن که دانشجوها رو در اونجا قبول میکردن که من در پاویون هلندی بودم. البته فقط هلندیا نبودن، این پاویون ها مثلا مال آمریکا بود، مال این ور اون ور بود، ولی دانشجوها رو قاطی میکردن که با هم آشنا بشن. از اون لحاظ برای من خیلی خوب شد که اونجا بودم. البته بعد خوشبختانه دو تا دوست ایرانی هم دختر اونجا آمدن. Voilà la chambre telle que vous avez dû la connaître. Exactement avec la table comme ça. اتاق من اینجا بود. اینجا کتابخونه بود و این میز و تخت خواب اینجا بود. یه میز کوچولو هم من اینجا داشتم. بعد فقط یه دستشویی اینجا بود و یه گنجه برای لباس، ولی حمام و چیزای دیگه خارج از اینجا بود. ولی الان تو هر اتاقی حمام و دستشویی و همه چی درست کرد. خیلی واقعا یه جوری میشم یاده 60 سال پیش. این پاویون ایرانی که بعد از اینکه من ازدواج کردم، به علاوه گفتم که در سیتی یونیورسیتر ممالک مختلف یه پاویون دارن ولی ایران نداره، که خوشبختانه گفتن و دولت این پاویون خیلی قشنگ و اینجا ساخت با کمک دو تا مهندس ایرانی و سنگ اولش رو علازت
در یکی از سفرهای رسمی که آمده بودن به فرانسه گذاشتن و یه سکه یک پهلوی هم درش انداختن. این دانشجو برمیگرده ایران، حتی دوستان فرانسویش نامه نوشتن به شاه، عکس اینم براش فرستادن، خودش میکشه عبون که شاهنشاه شما خواهی ازدواج کنی، فرح اینجا هست، بسکتبال هم بازی میکنی، قدش هم بلنده، ابروش هم کمنده. جالبه که قصه های خود شعبانو تعریف میکنه، از دلاکی که میخونده به کس کسون روش نمیدیم و به شاهش میدیم، تعریف میکنه از اینکه دوستش افغانیه میگفته تو فرح پهلوی هستی. در این ذهنیت از خردسالی هم درش بوده که کسی بشه و به مردم خدمت کرده. به دوست افغانی داشتم که نوشته بود فرادیبا مساویز با فرح پهلوی. بعد بچه ها با من شوخی میکردن، میگفتن که تو بد نیستی و اینا، شکلت بد نیست و خوبیه، که چطوره که ما به شاه تو رو بگیره. میگفتم خب بهش نامه بنویسین که یه همچه کسی اینجا هست، همه به شوخی. بعد میگفتن که خب اگه ملکه شدی چیکار میکنی؟ گفتم خب شما رو دعوت میکنم بیاین ایران، که همینم شد دیگه، دعوتشون کردم، چند تا آمدن ایران. در خاطرم هست منزلمون در خیابون سزاوار بود و ما با داییم آقای مهندس محمد علی قطبی زندگی میکردیم. من بچه تنهای خانوادم بودم، ولی رضا قطبی پسر داییم با هم زندگی میکردیم، بنابراین تنها نبودم. بعد از فوت پدرم تابستونا میرفتیم شمال لاهیجان. تیمسار قطبی داییم و خانومشون خانم فخری خانواده سفاری زمینای چایکاری داشتن و خب برای من خیلی جالب بود به اون سن برم تو اون منطقه و طبیعت رو ببینم. اون موقع برگ چای رو خانوما میچیدم و در یه سبدی میذاشتن و وزن میکردن که مثلا چقدر برگ چای کندن نسبت به وزن برگ چای، بهشون یه حقوق میدادن و ما با پسر داییم و دختر خالم و اینا میرفتیم، یاد گرفته بودیم چجوری برگ چای رو بچینیم و نگاه میکردیم مثلا سبدی یکی کمتر داره، تو اون میریختیم که کمکش بشه. چیزی مثل یه دختر داریم شاه نداره چیچی، بعد به کس کسانش نمیدیم، به همه کسانش نمیدیم. شاه میاد با لشکرش، امین دیوان پشت سرش، بلکه بدیم بلکه ندیم. خیلی جالبه چون اینو بعد مادرم تکرار میکرد یادم بود. بعد یادم یه دفعه از راه روی حمام که میگذشتیم خانمایی بودن به ترکی آذربایجانی گفتن بوگیز گزلدی، همچی گزل هم نبودم. اون زمان من تو پیشاهنگی هم رفتم و پیلی کمک کرد از لحاظ اخلاقی و حس مسئولیت در برابر خوب یده. تاریخ 29 آذر ماه 1338 در کاخ مرمر مراسم با فر و شکوه عقد ازدواج انجام شد. یه نمایشگاه فوق‌العاده‌ای در پاریس درست شد، 7000 سال هنر و فرهنگ ایران، که اشیاء مختلفی، کتاب و اشیاء از ایران می آوردن که مردم دنیا ببینن فرهنگ و هنر ایران کجاست. و جالبه که میدونید شاه دو تا زن پیش از شهبانو داشته، پیش از فرح دیبا داشته، هر دوتا به توطئه و تحریکات زنانه‌ای که همه جای دنیا هست، عمه خاله خواهر مادر اینا، مادر شوهر اینا از این کارا میکنن، اینا یکی یکی از بغل شاه پروندن. با اینکه شاه عاشق سرایا بود، سرایا خیلی دوست داشت، حالا به بهانه که بچه نمیاره پسر باشه. خب سرایا به من گفت آخه فرهنگ ایران که پر از شاهزن هست، منو میکرد نماینده ولی عهد خودش، یا دخترشه که داشت، دختر داشت که اون دخترشو میکرد
ولی عهد خودش، زن جناب اردشیر زاهدی. سراینه دو بار به من گفت و خیلی هم این پرنسس این رو چیز کرد. بعد شهبانو جالبه، خودش میگه، میگه من اصلا حسادت نداشتم به نسبت به هیچ کس، حتی اونه تو دربار رو اصلا حرف آورم گفتم پیش من نیارین، گوش نکنم. مونش بعضی جاسوس میذاشتن که حرفای شعبان رو جاسوسی کنن، کارو چه برن. شعبان میگفت اصلا حرفای اونا رو پیش من نیارین. رژه میرفتیم در استادیوم مدرسه نوربخش و اون موقع ملکه ثریا بودن و عکسش یه جا هست که من جلوی ملکه ثریا پرچمدار تیم مدرسه ژاندارک بودم. بعد از رژه قرار بود یه مسابقه دو بشه و معمولا من اول می شدم و دیر را افتادم، دوم شدم. دیگه نخواستم برم مثلا مدال بگیرم و الان فکر میکنم که خب عجیب بود اگه یه عکسی بود از من و اون موقع از ملکه. و من این رژین حالا به شما نشون میدم. این رژین دیسکوتک رژین، دفترش درش که از پشت میره درست کنار دفتر منه. اون موقع این محل انبار من بود، دفتر ما بالا بود، ولی شبا من میومدم کار میکردم اینا تو دفتر صدای موزیک و اینا. وقتی من اینو به لیلا پهلوی گفتم، چون قبلا هم توسط آقای آتابایی چیز کرده بود، بچه ها لیلا و فرهناز پرنسسو یه بار دیده بودن، بار دومشو من آوردمش توی این دیسکوتک رژین که میومد ثریا نشست و بعد به من گفت این دختر چقدر بزرگه، رویه بزرگی داره، باری کلا به مادره، به شیر مادرش. من یک لبخند زدم گفت واقعا باری کلا به شیر مادرش، حسود و اینا نبوده که برای من بینا به حرف بزنه، چقدر مثل دختر خودم دوستش داشتم، لذتی بود با لیلا بود. شهبانو خیلی تلاش میکرد که یه رسانه‌ای باشه، تلویزیونی باشه، بتونه همین خاطرات خودش رو تعریف کنه با اسنادی که الان روز روزم بیشتر میشه تا تأثیر بزرگی بذاره بر جامعه ایران. اینا رو از این کانال مناطقشون استفاده کرد، تلویزیون مناطق برنامه ها رو سفارش داد شهبانو، هزینه‌اش هم بر خودش متقبل شد. بعدم کارا پرخرجه، فکر نکنیم مثلا برای یک چیز اینا سفر بکن به قاهره، سفر بکن ببر، سفر بکن ببر، بعد برو تو آرشیوا بگرد در بیاره سیر عکس ها رو، کارا رو، یا حتی از داخل ایران. من سپاسگزار هستم در داخل ایران، میدونید بچه ها خیلی کار کردن. برای همینه که بعضی از این چغندرها که بعضی وقتا میگن سیاهش از تو با اون سلام کردی، با اون علی گفتی، این گونه بود که تونستیم مثلا هم همین یک سری اسناد فیلمایی که از ایران خارج شده، یک سری از آرشیوهای تلویزیونای خارجی، یک سری از ایران خارج شده، آدمای اونجا بودن که کار کردن. یا مثلا اینکه از رفقای من درود دارم بهش، کار نقاشی شهبانو رو چاپ کرد، منتشر کرد، نسخه‌ای رو به خود شهبانو رسوند. به خاطر همین رفت زندان، به خاطر همین ایشون رفت زندان، ولی به خاطر همین کارش رفت زندان طفلی. الان هم چاپخونه داشت، اینا همه رو ازش مصادره کردن، گرفتن، اذیتش کردن بیچاره رو. آدم ها اینجوری هم بودن. کتاب رضا شاه رو ما تو خود ایران چاپ کردیم، مال خاطرات بهبودی رو خود ایران چاپ کردیم در تیراژ 30 سال پیش. شخصیت هایی که این کاری کردن به آدم هایی بودن که خود ایران بودن. برای همینی که الان هم که وقتی پیکر مومیایی شده رضا شاه پیدا میشه، خود مسئولان میراث فرهنگی میان اول اعلام میگن همه ایرانی ها که آخوند و شیخ مولا نیستن که. یا مثلا موزه شهبانو فرح پهلوی رو وا کردن توی نیاوران، اصلا به خود شهبانو من نشون دادم اینجا، برای که مردم رو الان خود اینا پی بردن. آقا بچه های خود اینا ننگشون میاد گیر رو بگم آخونده باباش، ننگ افتخارشون رو گذاشتن. Thank you.
کوچه هاش جوب و درخت های آقی یاداری بازار هاش گل هلا چیت های رنگ و رنگ داره سبگری هاش دوشواره با علنگوی تلا داره حالی هاش حالی هاش تمام گل های گلستونا داره یعنی آه شاه جاندار مخلی اونجا من با راشا تودی تلویزیون جهانی روسیه مصاحبه کردم که سر ساعت 8:22 بهمن هم پخش شد و تمام دنیا اینا گفتم مهنو نفتخر افتخار میکنیم که جاندارم منطقه پلیس بودیم قدرتمند بودیم من شرطی یعنی کان معروف ان الشاه هو شرطی الغرب في المنطقه نحن نفتخر نفتخر دائما سنفتخر بهذا كنا الشرطي وغول جندار الخليج الفارس نفتخر بهذا هذا كان قوتنا هذا كان جيد في أمان كان مشاكل جيش الإيراني دخل وركز على مشكلة الملك وفي البلاد الأخرى عندما عندك قوة هذا نفتخر بهذا نحن كنا شرطة في خليج الفارس نفتخر بهذا هذا كان افتخارنا زيادة سلام مسافر ولكن عندما كل البلاد العالم دون سيادة رئيس أنور السادات رجل الوفا ورجل التاريخ وفرعون الجديد فرعون نحن نحترم كل الفراعنة نحترم لأن الفراعنة هم ملوك ملوک الحضاره چشنه 2500 ساله ما افتخار میکنیم بزرگترین تبلیغ رو کردیم کارهای دیگه هر چی کار به نفع ایران انجام میشد تا یک صدایی میومد که میخوایم بریم ایران سال 96 وقتی من گفتم میخوام برم ایران ایشون با پوندوو مصاحبه کرد گفت من به نام فرع دیبا میرم ایران